امام بلورین. یکی هم امام سایه نداره چون نوره، از پشت سر همینجور میبینه که از جلو میبینه. امام امراض مستهجن نمیگیره. بگن خدمت هر شد که امام نستجیل بلا گری گرفت و کچل شد، پیسی گرفت رفت، یا چشمش یکیش کوره یکیش بیناست. نه، از این چیزا امام نمیگید. امام امراض مستهجنه که مرد بیناست در اعتقادات شیعه است. الله متعال بسیاری از پیامبران خود را با ابتلا به بیماری های مختلف مورد آزمایش قرار داد، که در این میان حکایت نابینا شدن یعقوب نبی و بیماری سخت و چندین ساله ایوب پیامبر علیهم السلام بر همگان مشخص است. اما این آخوند با بیان اینکه امامان چنین بیماری هایی نمی گیرند، قصد دارد تا درجه و مقام امامان را از درجه و مقام انبیا بالاتر بشمارد. او همچنین مدعی است که امامان از نور آفریده شده اند و به همین علت سایه ندارند. الله متعال درباره مراحل خلقت انسان ها می فرماید: و انسان را از چکیده ای از گل خالص آفریدیم، و آنگاه او را نطفه ای در جایگاه استوار رحم مادر قرار دادیم، و سپس نطفه را به صورت خون بسته در آوردیم، و به همین ترتیب خون بسته را به صورت پاره گوشتی ساختیم، و سپس پاره گوشت را چند استخوان نمودیم، و استخوان‌ها را با گوشت پوشاندیم، و آنگاه او را با آفرینش دیگری پدید آوردیم. پس الله بهترین آفرینندگان چه والا و بابرکت است. حال باید از این آخوند پرسید: آیا امامان از جنس دیگر انسان‌ها نبوده اند و به مانند آنان این مراحل مذکور در آیه را سپری نکرده اند؟ آیا جسم آنان از گوشت نبوده است که سایه نداشته اند؟ نکند که از جنس بلور و شیشه بوده اند که نور خورشید بر آنان وارد گشته و سپس از سوی دیگر آنان خارج می شده است؟ و یا شاید هم بمانند منشوری بوده اند که نور بعد از گذر از آنان به چندین رنگ تجزیه شده و به جای سایه پشت سرشان رنگین کمانی چند رنگ شکل می داده است؟ حاج آقا، حالا خودشان از نور بودند و نور از آنان گذر می کرد، آیا لباسی که می پوشیدند نیز از نور بود که هیچ سایه‌ای نداشتند؟ یا اینکه لباسشان نیز به حدی شفاف بوده است که نور از آن گذر می نموده و جایی برای تشکیل سایه باقی نمی مانده است؟ آیا شاید هم اصلا هیچ لباسی نمی پوشیدند و ترجیح می دادند همان گونه نورانی گشت و گذار نمایند، و از آنجا که با سرعت نور هم حرکت می کردند هیچ کسی متوجه برهنه بودن آنان نمی شده است؟ یکی هم امام سایه نداره چون نوره، از پشت سر همینجور میبینه که از جلو میبینه، از پشت سر همینجور میبینه که از جلو میبینه، از پشت سر همینجور میبینه که از جلو میبینه. یکی به این آخوند بگوید
اگر امام از نور بود و از پشت سر هم می دید، پس چرا امام علی هنگامی که از پشت سرش شاهد بود شمشیر ابن ملجم بر سر مبارکش فرود می آید، جای را خالی ننمود تا خود را با دست خود بکشتن ندهد؟ و چگونه یک شمشیر آهنین توانست بر امامی که از نور است وارد گردد و او را زخمی گرداند؟ به نظر شما این آخوند مخاطبین خود را چه فرض کرده است؟ Mm-hmm.